سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این هفته نیز نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته گذشته. در این برنامه نخست به حمله تندروها به علی متحری در شیراز و واکنش به آن میپردازیم. نگاهی داریم به بیانیه اخیر سازمان عفو بین‌الملل که از سیاست های جمعیتی در ایران انتقاد کرده. از جدال تازه محافظه کاران با دولت روحانی بر سر حذف نماد انرژی هسته از اسکناس جدید 5000 تومانی خواهیم گفت و مروری داریم بر روند آزادسازی شهر تکریت عراق از دست گروه تروریستی دولت اسلامی در پایان نیز گزارشی داریم از اعتراض چهره های سرشناس موسیقی ایران به لغو سریالی کنسرت ها با ما همراه باشید روز سهشنبه 19 اسفند ماه نیروهای لباس شخصی و موتورسواران بسیجی پس از خروج علی متحری از فرودگاه و حرکت به سوی دانشگاه شیراز برای سخنرانی این نماینده مجلس را با پاشیدن گاز فلفل و پرتاب اشیاء مختلف مورد حمله قرار دادند و شیشه های ماشین حامل وی را با سنگ و چوب شکستند مهاجمان بعد از ورود خودرو حامل آقای متحری به یک کلانتری به مدت سه ساعت این کلانتری را محاصره کردند که نهایتا به انجام شدن سخنرانی وی و بازگشت او به تهران انجامید. آقای متحری در واکنش به این حمله گفت نتیجه بدو و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است. حمله اخیر نیروهای لباس شخصی و موتورسواران بسیجی به علی متحری نماینده تهران در مجلس انتقادها به نیروی انتظامی و وزارت کشور را افزایش داده است. علی متحری نماینده تهران در مجلس با انتشار مطلبی در وبسایتش درباره حمله نیروهای لباس شخصی به او در روز دوشنبه 18 اسفند نوشت که مهاجمان برای هر اقدامی آزاد بودند. همزمان استاندار فارس گفته است که حمله کنندگان به آقای متحری اشخاص عادی نبودند و همین گروه میخواستند به علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هم هنگام ورود به شیراز حمله کنند اما پیشبینی و جلوگیری شد. خبرگزاری ایسنا خبر داده بود که حمله کنندگان به آقای متحری از اسپری فلفل استفاده کردند که موجب اختلال تنفسی علی متحری شده است. آقای متحری در ادامه نوشته خود تصریح کرد ظاهرا به قصد کشتن یا ناقص کردن آمده بودند. آقای متحری نوشته است ما خیال می کردیم الان نیروهای کلانتری این افراد را بازداشت می کنند ولی دیدیم هیچ اکسل عملی نشان ندادند و فقط از ورود آنها به کلانتری جلوگیری کردند. ظاهرا یک اصل پذیرفته شده بود که این افراد معلوم بود از کجا دستور گرفتند. در این گونه کارها آزادند و کسی حق مزاحمت برای آنها ندارد مگر اینکه فرد مورد تهاجم از شدت ضربات از دنیا برود. پیش از این وبسایت انصاف نیوز خبر داده بود که برخی از حمله کنندگان به آقای متحری سوار بر موتورهای سنگین بودند و برخی از این افراد نیز ماسک بر صورت داشتند. موتورهای سنگین معمولا توسط نهادهای نظامی و نیروهای بسیج در ایران استفاده می شود و استفاده از آن برای شهروندان عادی ممنوع است. علی متحری در ادامه نوشته خود گفته است به رئیس کلانتری گفتم الان که اینها در دسترس شما هستند بازداشتشان کنید گفت ما اطلاعات و عکس همه آنها را داریم بعدا همهشان را بازداشت می کنیم اما از تماس هایی که گرفته می شد فهمیدم که تصمیم اصلی آنها این است که به هر ترتیب شده آن جلسه سخنرانی دارای مجوز برگزار نشود و ثانیان هیچ کاری به کار مهاجمان نداشتند و آنها برای هر اقدامی آزاد بودند. اینجا بود که شمه ای از تدبیر دولت یازدهم را درک کردم. به گفته آقای متحری از طرف استانداری فارس در سالن سخنرانی به دروغ اعلام شد که وی به تهران بازگشته تا جمعیت متفرق شود. آقای متحری در پایان نوشته خود تصریح کرد به مسئولان استانی و انتظامی شیراز گفتم اگر قرار بر زورازمایی اجتماعی است بفرمایید تا من هم هوادارانم را به خیابانها فرا بخوانم در آن صورت این ارازل یک لغمه آنها خواهند بود. وی تأکید کرد به رئیس جمهوری محترم عرض می کنم فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است. استاندار فارس نیز روز سهشنبه درباره حمله به آقای متحری گفت به حتم کسانی که این اتفاقات را رقم زدند، اشخاص عادی نبودند. وی گفته، اگر آقای متحری به محل سخنرانی می رسید، با توجه به جوی که در آنجا به واسطه حضور افراد مخالفش حاکم بود، امکان بروز حوادث بسیار ناگوارتری وجود داشت. از جمله روز 21 دی حمله برخی از نمایندگان مجلس به علی متحری نماینده تهران و درگیری فیزیکی پس از درخواست دوباره او برای رفع حصر میرحسین موسوی و کروبی در نطخ میان دستور باعث تعطیلی موقت جلسه علنی مجلس شد. همزمان با توضیحات آقای متحری روزنامه جمهوری اسلامی به بی علی لاریجانی رئیس مجلس نسبت به این مسئله و واکنش وزارت کشور و استانداری انتقاد کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است استاندار فارس با استناد به کدام قانون در برابر خودسرها کوتاه آمد و نماینده مجلس را از حق مسلم سخنرانی و اظهار نظر منع کرد و خیلی دانشجویان منتظر را از حق طبیعی شنیدن سخنان یک نماینده مجلس که مجوز سخنرانی هم از مسئولین شهر داشت محروم نمود اگر این اقدام استاندار به استناد حفظ امنیت شهر است چرا با برهم زنندگان امنیت یعنی همان موتورسواران خودسر برخورد نشد امنیت را کسانی از مردم سلب کردند که به خودروی دکتر علی متحری و به خود او حمله کردند پس چرا به جای تأمین امنیت سخنرانی زمینه امنیت برای خودسرها فراهم شد روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته است اینها سوال هایی هستند که آقای رئیس مجلس باید به آنها پاسخ بدهد تا مردم بتوانند باور کنند که ایشان واقعا طرفدار اجرای قانون است سایت اصر ایران نیز در یادداشتی در این زمینه ممنوعیت سخنرانی آقای متحری را با آزادی پدر او در زمان شاه مقایسه کرده و نوشته است آیا اینکه چهل سال پیش آیت الله مرتزا متحری در لباس یک روحانی حامی امام خمینی و مخالف رژیم وقت امکان حضور و سخنرانی را داشت و اهدی معترض او نمیشد اما فرزند او در نظامی که پدرش ایدئولوگ آن بوده و خود وی هم نماینده مجلس آن است و مسئول مستقیم حبس و نشر آثار پدرش نیز هست امکان سخن گفتن نمییابد جفا به جمهوری اسلامی و بیشترین خدمت به متهم کنندگان نیست؟ سازمان آف بین الملل در بیانی از سیاست های جمعیتی در ایران انتقاد کرد. بنابر اعلام این سازمان ترهای مطرح در این حوزه حقوق اولیه زنان را محدودتر می کند و آنان را در معرض خطرات جسمی و محدودیت های اجتماعی بیشتر قرار می دهد. سازمان عفو بین روز چهارشنبه بیستم اسفند ماه با انتشار بیانیه ای از سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه باروری و فرزندآوری انتقاد کرد و طرحهای موجود در زمینه افزایش جمعیت را ناقض حقوق اساسی زنان برشمرد. به اعتقاد کارشناسان این سازمان حقوق بشری طرحهای موجود حقوق زنان در ایران را بیش از پیش محدود می کند و با ممنوع کردن پیشگیری اختیاری از بارداری سطح زنان را تا حد ماشین زاد و ولد فرو می کهند. در بیانیه این سازمان به نقل از حسیبه حاج صحراوی معاون بخش خاورمیانه میانه و آفریقای شمالی اف بین آمده است طرح پیشنهادی اقدامات تبعیض آمیز را نهادینه می و سطح حقوق زنان و دختران در ایران را چند دهه به عقب برمیگرداند. مقامات در حال اشاعه فرهنگ خطرناکی هستند که در آن زنان از حقوق بنیادین خود محروم می شوند و به آنان به جای انسانهایی با حقوق بنیادین همچون اختیار تصمیم گیری در مورد بدن و زندگی به عنوان ماشین زاد و ولد نگریسته می شود. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از جمله طرحهایی است که عفو بین‌الملل از آن انتقاد کرده است. این طرح بعد از انتقاد آیت الله خامنه از سیاست های کنترل جمعیت در دو دهه اخیر با هدف تشویق به افزایش جمعیت در مجلس شورای اسلامی تدوین شد و نیل به نرخ باروری 2.5 درصد در, در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توان با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430 را هدف گرفته است این طرح در هفته آتی در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد گزارش عفو بین‌الملل تصریح می‌کند که نهایی شدن طرح مجلس نه تنها حقوق اولیه زنان را از آنان می‌گیرد، بلکه به تبعیض‌های جنسیتی دامن می‌زند و مانعی است برای حضور اجتماعی زنانی که آگاهانه نمی‌خواهند یا در شرایطی نیستند که ازدواج کنند و مادر شوند. بر اساس این طرح اولویت استخدام با پدران مردان متأهل بدون فرزند و مادران است. در همین چارچوب جدایی زوجها و دخالت پلیس و نهادهای قضایی در اختلافات خانوادگی دشوارتر می شود. که به مرور می تواند به افزایش خشونت خانگی علیه زنان دامن بزند. همچنین در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که مجلس شورای اسلامی آن را تدوین کرده به مواردی از قبیل ممنوعیت جرایی های پیشگیری از بارداری یا ممنوعیت تبلیغ رسانه‌ای روش‌های پیشگیری از بارداری اشاره شده است به زم آفه بین ممنوعیت جرایی های ضد بارداری به عنوان دومین روش پیشگیری از فرزند آوری در ایران زنان را از اتخاذ تصمیمات بنیادین در حوزه تنظیم خانواده محروم می کند. سازمان آفه بین همچنین از لغو قانون تنظیم خانواده در ایران انتقاد کرده است. بر این اساس با توقف طرحی که تا سال 2012 امکان پیشگیری از بارداری با روش های بروز و مقرون به صرفه را برای میلیون ها زن در ایران فراهم می کرد، ریسک بارداری ناخواسته به شدت افزایش یافته و زنان را به سوی سخت جنین غیرقانونی در شرایط پرخطر هدایت می کند. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور تابستان گذشته با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد و پس از اعمال تغییراتی در انتظار رأی شورای نگهبان است سیاست های سالهای اخیر در حوزه تنظیم خانواده و فرزندآوری در ایران با اعتراض نهادها و کنشگران مدنی نیز روبرو شده است زمستان سال 1392 بیش از 650 فعال مدنی به طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اعتراض کردند. هرچند سیاست های جاری در این حوزه که بر پایه موزگیری های رهبر جمهوری اسلامی برای مقابل با کاهش جمعیت تدوین شده یا میشوند به نظر میرسد با تغییر دولت هم دست نخورده باقی بمانند. هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن رد تمامی اتهامات علیه فرزند خود گفت به محکومیت احتمالی مهدی هاشمی پسرش اعتراض خواهد کرد اما دعوا نخواهد کرد آیا هاشمی رفسنجانی بار دیگر بر ضرورت شورایی بودن رهبری در جمهوری اسلامی پس از آقای خامنه ای تاکید کرد اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن رد تمامی اتهامات علیه فرزند خود گفته است به محکومیت احتمالی مهدی هاشمی پسرش اعتراض خواهد کرد اما دعوا نخواهد کرد آقای هاشمی رفسنجانی بار دیگر بر ضرورت شورایی بودن رهبری جمهوری اسلامی پس از آقای خامنه ای تاکید کرده است رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در مصاحبه ای که روز سهشنبه 19 همه اسفند ماه منتشر شد تاکید کرد که بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام برای مهدی هاشمی درست کرده بودند اما دادگاه تا به حال دلیلی برای جرم او پیدا نکرده است رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت من نمیخواهم دخالت کنم من از اول به رهبری و رئیس قوه قضایی و همه گفتم حرف من با همه اینها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید خلاف موازین قضایی و شر است حادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضایی روز سهشنبه پنجم اسفند ما پرونده مهدی حاشمی را پرونده های سنگین با دوازده مورد اتهام خوانده بود آقای حاشمی رفسنجانی همچنین از حضور برادر رهبر جمهوری اسلامی در هیئت تحقیق درباره مهدی حاشمی خبر داده است رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران همچنین با اشاره به پرونده استات اویل گفته است یک بار چند گروه از اینجا فرستادند که برادر آیت الله ای هم در جمع آنها بود مجلسی ها و اطلاعاتی ها بودند که رفتند و وقتی برگشتند گفتند ما چیزی ندیدیم. این موضوع سه بار اتفاق افتاد. وزارت اطلاعات آن زمان در گزارشی مهدی را مبرا اعلام کرد. اشاره آقای حاشمی رفسنجانی به حضور برادر آقای خامنه ای در گروه تحقیق از پرونده استات اویل می تواند به حسن خامنه ای باشد که بر اساس گزارش ها در دولت های مختلف رئیس بازرسی وزارت نفت بوده است. برخی چهره های اصولگرا مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم می کنند و از جمله احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است مهدی هاشمی در پرونده استات اویل نروژ بیش از 5 میلیون دلار رشوه گرفته است پرونده استات اول ده سال پیش در آمریکا گشوده شد و در آن احتمال پرداخت رشوه از سوی این شرکت نروژی به شرکتی که رئیس آن عباس یزدان پناه بود مطرح شد. در بریتانیا او شخصا در این رابطه متهم نشده است آقای حاشمی رفسنجانی در مصاحبه خود با روزنامه شرق که پیش از جلسه روز سهشنبه مجلس خبرگان انجام شده درباره تاثیر نامزدیش برای انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری با دادگاه مهدی حاشمی گفت فرض کنید من رفتم و رئیس هم شدم آنها باز هم کار خود را می کنند اگر رئیس نشوم هم کار خودشان را می کنند مطلب این است که یک گروه با اهداف تخریبی هر چه دلشان میخواهد میگویند اضافه کرد این فشارها روی قاضی خیلی اثر میگذارد نمایندگان مجلس آنگونه حرف میزنند با این وضع قاضی باید خیلی شجاع باشد که در این فضا رأی بدهد حمید رسایی نماینده تهران در آبان ماه و همزمان با برگزاری چهاردهمین دادگاه مهدی هاشمی با حضور در دادگاه انقلاب از تحویل نامه نمایندگان به قاضی پرونده خبر داده و گفته بود که کمیته ای وظیفه مراقبت و رسد اقدامات دستگاه ها در رابطه با این پرونده را بر عهده دارد آقای هاشمی رفسنجانی درباره شورایی بودن رهبری نیز تصریح کرد اگر روزی قرار باشد که دوباره رهبری را انتخاب کنیم بحث می کنیم که فرد یا شورا باشد در اینجا مشکلی نداریم به گفت که او و علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی طرفدار شورایی بودن رهبری بودند و افزود همان نظرم مانده است تا نظر آیت الله خامنه ای هم همان است آقای هاشمی رفسنجانی در اواخر بهمن سال جاری نیز گفته بود که در نبود فرد مناسب رهبری میتواند شورایی باشد آقای هاشمی رفسنجانی درباره سخنان پیشین خود مبنی بر همزمان شدن دلواپسان در ایران با نخست وزیر اسرائیل نیز گفته است از این جهت درباره دلواپسان گفتم کارشان یک تنز تاریخی شده است آقایانی که این حرفها را میگویند قطعا دشمنیشان با اسرائیل کمتر نیست ولی در این مسئله یکی شدند یعنی الان هم نتانیاهو دلواپس است و هم اینها و هم عرب همسایه آقای هاشمی رفسنجانی روز سهشنبه 12 اسفند ماه گفته بود گروه موسوم به دلواپسان در ایران با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم زبان شدند. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی درباره دلواپسان مورد انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس قرار گرفته بود. در پی رونمایی از طرح جدید اسکناس 5000 تومانی بحث در مخالفت با آن بالا گرفته است. در طرح جدید تصویر سرادر دانشگاه تهران و بیتی از فردوسی جایگزین نماد انرژی هستهای در میان نقشه ای ایران و جمله از پیامبر اسلام را گرفته است. در پی رونمایی از طرح جدید اسکناس 5000 تومانی بحث در مخالفت با آن بالا گرفته است در طرح جدید تصویر سردر دانشگاه تهران و بیتی از فردوسی جای نماد انرژی هسته ای در میان نقشه ایران و جمله از پیامبر اسلام را گرفته است در طرح جدید روی اسکناس 5000 تومانی همچنان تصویر از روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را می دید طرح پشت اسکناس 5000 تومانی از سال 1387 در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نماد انرژی هسته‌ای درون نقشه ایران شد و نیز در آن دانش اگر در سریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس با آن دست خواهند یافت قولی منصوب به پیامبر اسلام دیده میشد. در واکنش به رونمایی از طرح اسکناس جدید تحمس به مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری راه دانا به ایجاد هزینه بیهوده بر اثر تغییر طرح اسکناس اشاره کرده و گفته است توصیه من به دولت این است که به جای تغییر شکل قیافه و رنگ اسکناس ارزش آن را حفظ کند چرا که این تغییرات سودی جز هزینه های اضافی بر نظام پولی و بانکی ندارد اما بیشتر انتقادها متوجه حذف نماد هستی از طرح پیشین اسکناس است برخی منتقدان این اقدام را نشانگر عقب نشینی ایران در مذاکرات اتمی دانستند راه دانا با سوئزن به دولت یازدهم مینگرد و می نویسد که طرح جدید اسکناس و رنگ بنفشان که رنگ انتخاباتی دولت یازدهم است شاعبه های زیادی در خصوص اقدامات پشت پرده دولت به وجود آورده است این خبرگزاری از جمله با چند فعال بسیجی مصاحبه کرده که همه آنها نسبت به حذف نماد هسته از طرح جدید اسکناس 5000 تومانی اعتراض دارند خبرگزاری فارس می نویسد در شرایط فعلی که توهین به پیامبر از یک و روند مذاکرات هسته از سوی دیگر در جریان است حذف سخنی از پیامبر و نماد هسته ای از روی اسکناس ها نه تنها کار شایسته ای نبوده بلکه این شاعبه را به وجود می آورد که دولت به دنبال تعامل بیشتر با شیطان بزرگ یعنی آمریکاست. محافظه کاران همچنین موضوع غرور ملی را مطرح می کنند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرده است که حذف نماد هستی از روی اسکناس پنج هزار تومانی تعمدی نباشد. وی میافزاید بحث هسته یک مطالبه ملی است و نباید به غرور ملی باور و اعتقادات ما خدشه وارد شود بهلوله حسینی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خواستار توضیح دولت شده که به چه دلیل باید تصویری از سردر دانشگاه تهران آن هم به رنگ بنفش جایگزین نماده هسته ای شود. نماینده مردم میانه در عین حال به استفاده از واژه سرزمین پارس در نقل قول اشاره شده از پیامبر در طرح اسکناس سابق انتقاد کرده و خواستار اصلاح آن به منظور وحدت اقوام ایرانی شده است. همچنین محمد اسماعیلی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نماد انرژی هسته ای را نماد پیشرفت و مقاومت ملت ایران خوانده و علی علیلو نماینده مردم شبستر از آن به عنوان نماد اقتدار ملی کشور یاد کرده است به گزارش خبرگزاری فارس علما و سران اهل سنت در گفتگو با عصر هامون از حذف حدیث پیامبر و نماد انرژی هسته ابراز ناراحتی کرده و خواستار تجدید نظر و توقف چاپ این طرح توسط دولت شدند از قول آنان نوشته شده که نمادهای حراس دشمنان اسلام یا نمادهای اسلامی نباید حذف شوند. موضوع اسکناس هسته ای در خارج از ایران نیز با ساب یافته است. خبرگزاری انتیوی در گزارشی در این باره می نویسد رونمایی از طرح جدید اسکناس 5000 تومانی تنها چند روز پس از گام موفقیت آمیز در مذاکرات بین المللی درباره برنامه اتمی ایران صورت گرفته است. انتیوی می نویسد که حذف نماد هستی در خدمت آماده کردن هان عمومی برای توقف برنامه هسته است. علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حذف نماد هسته از روی اسکناس های جدید را به ویژه خیانت به خون شهدای هسته ای دانسته است. به گفته اقدام بانک مرکزی در حذف نماد انرژی هسته‌ای را با هیچ توجیهی پذیرفتنی نمی‌داند و از رئیس بانک مرکزی می‌خواهد از انتشار اسکناسها جلوگیری کند. در این میان مجید استانی رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی به انتقادات جاری واکنش نشان داده است. آقای استانی گفته تغییر طرح اسکناس 5000 تومانی از موضوع دانش هستی به دانشگاه تهران با توجه به اهمیت سابقه دانشگاه و علم در ایران انجام شده. این مقام بانک مسئول مرکزی گفته است طرح قبلی اسکناس 5000 تومانی بیانگر بخشی از دهه 80 و طرح جدید آن نیز روی کرده جدید است. مقامات عراقی میگویند که نیروهای این کشور بخشهای وسیعی از منطقه شمال شرق تکریت را از دست نیروهای موسوم به دولت اسلامی بازپس گرفتند. برخی منابع نیز از آزادسازی این شهر خبر میدهند. همزمان منابع ایرانی از حضور قاسم سلیمانی و شماری از فرماندهان ایرانی در تکریت خبر دادند. منابع ایرانی و عراقی از آزادسازی شهر استراتژیک تکریت از دست نیروهای داعش خبر دادند. هنوز منابع رسمی در عراق خبر آزادسازی تکریت را منتشر نکردند. همزمان منابع ایرانی از حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و شماری از فرماندهان ایرانی در تکریت خبر دادند. اخبار عملیات مشترک نیروهای ارتش عراق و نیروهای شبه نظامی عراقی که توسط ایران آموزش دیده و تجهیز شده اند عمدتا توسط منابع ایرانی و عراقی منتشر می شود. خبرگزاری تصنیم که وابسته به سپاه پاسداران است دیروز نوشت بعد از اینکه ارتش عراق با پاکسازی مناطق شرقی تکریت توانست این شهر را از تمام جهات محاصره کند، اکنون وارد مرکز این شهر شده است تا آن را به صورت کامل از عناصر داعش پاکسازی کند. بنابر همین گزارش ها شورای اشایر صلاح الدین اعلام کرده است که 90 درصد از شهر تکرید که در اشغال گروهک تروریستی داعش بود آزاد شده است این شورا افزوده واحدهای نظامی همچنان در حال پیشروی به سمت منطقه کاخ ریاست جمهوری در این شهر هستند مربان جباره سخنگوی شورای بزرگان تکریت در این باره به السومری نیوز گفت نیروهای امنیتی سرویس مبارزه با تروریسم و واکنش سریع و فرماندهی پلیس استان صلاح الدین با حمایت و پشتیبانی گروههای بسیج مردمی و نیروهایی از اهالی استان صلاح الدین امروز چهارشنبه موفق شدند وارد مرکز شهر تکرید شوند سخنگوی شبه نظامیان حاضر در عملیات گفته است این نیروها همکنون مناطق حی القادسیه، محله الاسری، الزهور و خیابان الاتبا و ساختمان فرماندهی نیروهای پلیس استان صلاح و ساختمان شورای محلی در مرکز شهر تکریت را آزاد کردند. تکریت پس از موسل دومین شهر مهم عراق است که در کنترل داعش بود این در حالی است که سایت عراقی مستر نیوز به نقل از یک منبع امنیتی از آزادی کامل تکریت خبر داد هنوز خبر آزادسازی کامل تکریت از سوی رسانه های رسمی عراق تایید نشده است. دبیر کل جنبش نجبای عراق یکی از گروه های نظامی داوطلب مردمی امروز چهارشنبه اعلام کرد شهر تکریت همکنون به صورت کامل در کنترل نیروهای امنیتی و نیروهای بسیج مردمی است شیخ اکرمال کعبی دبیر کل جنبش نجبا در این باره گفت اکنون این خبر خوش را به ملت عراق می دهیم که شهر تکرید از کنترل داعش خارج شده است و این شهر آزاد شد. همزمان بنابر گزارش منابع نزدیک به سپاه گردانهای حضرت امام علی علیه سلام امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از به کنترل کامل درآوردن منطقه هی القادسیه در شمال شهر تکرید خبر داد. از گردانهای امام علی به عنوان نیروهایی که توسط ایران آموزش داده و تجهیز شدهاند نام برده می شود. منابع ایرانی میگویند در این درگیریها نیروهای داوطلب مردمی به همراه ساکنان محلی و اشایر سنی در کنار ارتش علیه داعش میجنگند. بنابر همین گزارش ها پیشروی نیروهای عراقی با حمایت جنگنده های ارتش صورت میگیرد. جنگ آزادسازی تکریت مهمترین و سختترین عملیات نیروهای عراقی در بازپسگیری مناطق صلاح الدین است که با آزادسازی شهر دور، ابو اوجیل و العلم آغاز شد. نیروهای عراقی همچنین عملیات آزادسازی منطقه متیبجه در شرق استان صلاح الدین را که داعش از آن برای آموزش اعضای خود استفاده می کند آغاز کردند. متیبجه پادگان اصلی آموزش نظامی اعضای داعش و به ویژه عاملان انتحاری و خارجی هایی است که از سوریه می آیند و کنترل بر آن به منزله گام مهمی جهت تقویت امنیت دیاله است چرا که بیشتر عاملان انتحاری از طریق این منطقه به سمت منطقه العظیم و مناطق نزدیک به آن می روند. عیاد علاوی نخست وزیر اسبق و رئیس فراکسیون ملی در پارلمان و معاون رئیس جمهوری عراق ضمن انتقاد شدید از ادعاهای رژیم ایران درباره نقش افسران سپاه در عملیات اخیر علیه داعش گفت ما شاهد فداکاری ها و از جان گذشتگی نیروهای عراقی و داوطلبان شیعه و سنی در نبرد با جنایتکاران داعش هستیم آن وقت دولت ایران میخواهد برای خود افتخار بخرد حالان که نقش آنها چندان مطلوب ملت عراق نیست هفته گذشته چهرهی سرشناس موسیقی ایران در قالب کمپین من از موسیقی حمایت می اعتراضشان به لغو سریالی کنسرت ها را مطرح کردند در این جلسه افرادی همچون شهرام ناظری، سالار عقیلی، علی رضا قربانی و عبدالحسین مختابات حضور داشتند کارزار موسوم به من از موسیقی حمایت می از بهمن ماه و به پیشنهاد کیهان کلهور آهنگساز و نوازنده سرشناس آغاز شده است چهره های سرشناس موسیقی ایران شب دوشنبه در نشستی تحت عنوان من از موسیقی حمایت می کنم به افزایش محدودیت ها در کار موسیقی اعتراض کردند. در این نشست که در خانه موسیقی برگزار شد، هنرمندانی همچون شهرام ناظری، عبدالحسین مختابات، علیرضا قربانی، سالار عقیلی، هوشنگ کامکار و هیئت مدیره خانه موسیقی حضور داشتند. کارزار موسوم به من از موسیقی حمایت می کنم از بهمن ماه و به پیشنهاد کیهان کلهور آهنگساز و نوازنده سرشناس آغاز شده است. به گزارش وبسایت خانه موسیقی ایران محمد سریر رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی در این جلسه گفت که گرفتاری و انصداد در فعالیت‌های موسیقیایی به تازگی بسیار پررنگ شده و این نشان دهنده اندیشه است که ممکن است تداوم داشته باشد و اثرات بدتری را به بار حمید رضا نوربخش مدیرامل خانه موسیقی نیز با انتقاد از مصیبت های پیش آمده در حوزه موسیقی گفت که این وضعیت در سی سال گذشته سابقه نداشته و مشکلات به اندازه بالا گرفته است که به طور رسمی به جامعه موسیقی توهین می شود. اشاره او به سخنان علم الهدا امام جمعه مشهد است که هفته گذشته در واکنش به تعطیلی کنسرت ها در این شهر گفته بود برگزاری کنسرت در مشهد مطرب بازی در حرم امام رضا است. او این سخنان را پس از آن مطرح کرد که کنسرت علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی و ارکستر اشتیاق در دانشگاه آزاد گلبهار نزدیک مشهد با وجود داشتن مجوز از وزارت ارشاد با حکم دادستانی چناران لغو شد. چندین سال است که در مشهد کنسرت موسیقی برگزار نمی شود و به همین دلیل هنرمندان در شهرهای اطراف مشهد کنسرت های خود را برگزار می کنند. حمید رضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در این نشست گفت در حال حاضر به شکل رسمی به اهالی موسیقی توهین می کنند و این در حالی است که تنها تعداد اعضای خانه موسیقی 16 هزار نفر است. وی همچنین با اشاره به استفاده از موسیقی برای یادبود انقلاب و جنگ تأکید کرد آن روزی که قرار است توده میلیونی مردم را به پای صندوقهای رعی یا خیابانها بیاورند موسیقی پخش می کنند چون چیزی جز موسیقی این قابلیت را ندارد چطور موسیقی در آنجا خوب است متر بازی نیست و در دیگر وقتها بد است جلوگیری از حضور نوازندگان و خوانندگان زن روی صحنه موضوع دیگری بود که مدیرامل خانه موسیقی به آن اشاره کرد و گفت چطور میتوان در جامعه ای که آموزش موسیقی برای زنان آزاد است از اجرای آنها روی صحنه جلوگیری کرد سخنران دیگر این جلسه سالار عقیلی خواننده سرشناس بود که کنسرت اخیرش در مشهد با مشکل روبرو شد به گفته ای آقای عقیلی در میانه این کنسرت از حریر شریعتزاده زاده نوازنده به همسر سالار عقیلی خواسته شد که صحنه را ترک کند در غیر این صورت برق سالن قطع خواهد شد سالار عقیلی در این باره گفت که این اتفاق درست وسط برنامه بود اما اگر در ابتدا یا پیش از اجرا بود مطمئنا برنامه را لغو کردم. و تأکید کرد که اگر بداند باز هم قرار است چنین اتفاقی تکرار شود روی صحنه نخواهد رفت. عبدالحسین مختاباد از خوانندگان سنتی موسیقی ایرانی و رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران نیز گفت که ممکن است ده میلیون نفر عقیده ما را قبول نداشته باشند و ما فقط هزار نفر باشیم اما ما را در این رنج بی حساب رها کنید. شما حق ندارید عقاید خود را به ما تحمیل کنید ضمن اینکه شما خودتان خسته میشوید چون موسیقی و فرهنگ تعطیل شدنی نیست علیرضا قربانی خواننده سرشناس نیست که اخیرا کنسرتش در یکی از دانشگاه های ایران لغو شده است گفت همان دادستانی که نامه لغو کنسرت ما را صادر کرده بود برای اعضای خانوادهاش بلیت کنسرت تهیه کرده بود ولی از جای دیگری به او دستور یا پیغام ده می دهند که کنسرت باید لغو شود. همزمان با این تجمع اعتراضی امام جمعه تبریز گفته است خون شهدا کشور را نگه داشته نه برگزاری کنسرت ها. آقای مجتهد شبستری که نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی است همچنین گفته است برای اردوی راهیان نور پنج هزار دانشجو آماده اعزام هستند اما بودجه کافی نیست. ولی برای برپایی کنسرت ها چه هزینه ها که نمی شود. این سخنان در حالی ابراز شده است که برای برگزاری کنسرت ها هزینه ای از سوی دولت پرداخت نمی شود. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا هفته دیگر شاد و سربلند باشید.